هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی یا سلام و درود و احترام خدمت یکایک بینندگان گرامی. ایمان سلیمانی امیری در روز سه‌شنبه 11 مهر ماه، سوم ماه اکتبر در خدمت شما هستیم. خب بحث امروز ما هم باقی مانده از برنامه پیشینه، یعنی جایی که سعی کردیم مدد بگیریم از مبنای اندیشه های آیزایا برلین در مورد بحث آزادی در گزینش ارزش‌ها، نهادها و سنت‌ها، یعنی انسان‌هایی که با توجه به شناخت مقولات، یعنی آن مبانی هر علم، هر اندیشه، سعی می‌کنند دست به گزینش بزنند و در نتیجه عواقب اون گزینش هم دامنگیرشون خواهد شد. یعنی اگر ما به دنبال این هستیم که اقتصاد شکوفا داشته باشیم، از میان طرح‌ها و برنامه‌ها دست به گزینش می‌زنیم. در نتیجه وقتی شما اقتصاد اسلامی می‌خواهید، نمی‌توانید منتظر باشید از مواهب اقتصاد لیبرال بهره ببرید. یا اگر اقتصاد لیبرال می‌خواهید، نباید منتظر باشید که کشور شما همانند یک کشور سوسیالیستی به تمام معنای اون بشه. هر کدام از این اندیشه‌ها و انتخاب‌ها نتایجی برای ما در پی داره. وقتی ما بخوایم حقوق اسلامی در کشور ما رعایت بشه، طبق آمارها در افغانستان قبل از طالبان بسیاری از مردم طلب این رو داشتن که در کشورشون قواعد و قوانین اسلامی اجرا بشه طبق آمارها. خب وقتی چنین نگاهی وجود داره، از قبل اون هم یک رژیم یا یک حکومت دینی مثل طالبان این فرصت رو پیدا میکنه که بیاد حکومت رو به دست بگیره، جامعه رو اداره بکنه و آن قوانین شرعی رو که شما میبینید در خیابانهای کابل، هرات، قندهار و جاهای دیگه هست، ماحصل همون اندیشه هست. این که سال 57 ما درگیر یک چنین رژیمی شدیم، ماحصل گزینش هاست. البته عواملی هم در اون دخیلند، چه عوامل فرهنگی، عوامل ساختاری و عوامل بین المللی. هر کدام از اینها در جای خود باید بررسی بشه. اساساً پدیده های اجتماعی و سیاسی چند بعدی و چند لایه‌ای هستند. یعنی این گونه نیست که شما آنچی رو در سطح نگاه میکنید، در اخبار میشنوید، همان محل تصمیم گیری شما بشه. نه، در لایه های مختلف اجتماعی انواع و اقسام ارزش‌ها، مطالبات، کنش‌ها وجود داره. همین دلیلی که روشن فکران یا نظریه پردازان یا تئوریسین‌ها افراد محدودی هن. افراد محدودی هن. یعنی کسانی هستند که در یک حوزه وقتی پژوهش می‌کنن به جنبه‌های مختلف اون نظر دارن، ولی روزنامه نگاران بسیار فراوانن چون به مسائل روز نگاه می‌کنن، یک حادثه رو گزارش میکنه. اما اینکه این حادثه چگونه رخ داده، عواملش چیست، از چه سالی آغاز شده، مسئله مهمی است. اینکه به دنبال آزادی ها هستیم، باید ببینیم دست به کدام گزینش میزنیم از بین ارزش ها. آیا دموکراسی رو میپذیریم؟ آیا حقوق بشر رو میپذیریم؟ آیا منتظر هستیم که یک ارزشی مثل سکولاریسم رو در جامعه خودمون ایجاد بکنیم یا نه؟ اگه حاکمیت الله رو میخوایم، ماحصلش همینه، نتایجش هم همینه. بنابراین بسیار مهمه که ما مردم یاد بگیریم یک بار که عواقب و مسئولیت انتخاب خودمون رو باید پس بدیم. کسی هم حق نداره بگه نه، من نبودم، من انتخاب نکردم. در امر سیاسی کسانی هم که انتخاب نمی کنن، لاجرم نتایجش رو میبینن. امروز هم در جنبشی که در ایران در جریانه، دی بی خیالن، اما روز بروز وضع مملکت بدتر میشه. امروز اگر اونها در یک حاشیه امن هستن،
فردا همین عواقب حکومت به اونها هم خواهد رسید. به همین دلیل است که جوامع تا زمانی که سقوط نکردن به اون ورطه‌ای که دیگه نابودی باشه باید دست به اقدام بزنن، موانع رو رفع. ما انسان ها از قبل این ارزش ها، این باورها داره هویت میشیم. یعنی وقتی شما میگید یکی مسلمانه، به دلیل انتخاب او در مورد یک دینی است. شخصی مسیحیه به همین نه، کسی که بهاییه به همین نه، او دست به گزینش زده، از بین آرا و عقاید مذهبی یکی رو برگزید. وقتی کسی جمهوری خواهه، وقتی کسی پادشاهی خواهه، وقتی کسی آنارشیسته، دست به گزینش زده. یعنی احساس کرده که این تفکر برای او، به همین دلیله که ما هویت شخصی افراد رو میتونیم از روی اون گزینش هاش تشخیص بدیم. بخش دیگر از هویت بخشی ها گزینشی نیستن. مثلا اگر یک انسانی مرده، مرد بودن گزینشی نیست، جبریست، تحمیلیست، او مرد به دنیا. اگر کسی در جنسیتش زنه، هویتش زنه، جبریست، انتخاب نکرده. همین دلیل در مسائل حقوقی آن بخشی مسئولیت زاست که حاصل انتخابه. یعنی زن یا مرد بودن نباید سبب تبعیض بشه. اما وقتی شما روش زندگیتون یا اقتصادتون رو خودتون برمیگزینید، خب طبیعیه برادرتون که یک طرح اقتصادی، یک روش زندگی رو برگزیده، ممکنه موفق باشه و شما ضرر بکنید. این موفقیت و ضرر یا شکست حاصل گزینش هاست، حاصل انتخاب هاست، ربطی هم به این نداره که او جنسیتش چیست. برای همین است که در مسائل حقوقی اون بخش هایی که مربوط به جبر هست رو استثناء میکنن، چون شخص نخواسته در اون موقعیت قرار بگیره. مسئله نژاد یه مسئله است، حالا جدا از این که اصلا فاقد اصالته، چون ما چیزی به نام نژاد نداریم، همه از یک تبار و نژاد و اینها هستن، حالا تبار ممکنه متفاوت باشه، از یک نژاد هستن، ولی رنگین پوستن و این به شکل جبری به اونها داده شده، اختیاری نبوده. به همین دلیل نباید اسباب تبعیض بشه. این تمایز رو در اینجا باید لحاظ بود. لذا ما دست به انتخاب میزنیم، دست به گزینش میزنیم، ارزشهایی رو انتخاب میکنیم. اما یه نکته وجود داره با آن این که گاهی انتخاب ارزش ها با آن ارزش هایی که در درون جامعه ما به رسمیت شناخته شده، که خودش هم ماحصل صده ها و چه بسا هزاره ها اندیشه است، در تضاد قرار میگیره. یعنی شما برگردید به 1200 سال قبل در ایران خودمون، عنصر هویت بخشی مثل دین بسیار برجسته بود. زمان خلفاست، دارالاسلام و دارالکفر وجه ممیزه میان ما و دیگران بود. اون موقع مسئله ایران مطرح نبود، یک واحد جغرافیایی به نام ایران نداشتیم. ایران یک مجموعه ای بود در درون کشورهای دیگری که به اونها خلافت اسلامی میگفتن. عنصر هویت بخش بین من و دیگران چه بود؟ دین. یعنی با یک مسلمانی که در حجاز زندگی میکرد، دینمون یکی بود، مسلمان بودی. امروزه اون عنصر هویت بخش ضعیف شده، دیگه دین اونقدرها ارجحیت نداره بر بحث ملیت. به همین دلیله که من ممکنه مسلمان باشم و یک نفر در عربستان هم مسلمان باشه، اما دیگه مثل 1300 سال قبل، 1200 سال قبل نیست که عنصر پیوند دهنده ما دین باشه، بلکه ملیته. یعنی باز من اون رو عربستانی میدانم، خودم رو ایرانی میدانم. شما در جنگ 8 ساله ایران و عراق دیدید، اون دو گروهی که با هم میجنگیدن، بحثا بر سر ملیت بود نه بر سر مذهب. خیلی از سربازان عراقی شیعه بودن، اما نمیگفتن اون ایرانی برادر من، گفتن دشمن منه. و بالعکس ایرانیان هم پس عناصر هویت بخشی به وجود میاد که گاهی با اون عناصری که در سنت و نهادهای ما وجود داره در تضاد قرار میگیره. یعنی این عناصر هویتی قوی و ضعیف میشه.
شما امروز در جهان غرب نگاه بکنید، برگردید به 2000 سال پیش، چقدر فاصله بود میان نقش ها و ارزش های زن و مرد؟ بسیار زیاد. اما امروزه شما نگاه بکنید، زن و مرد در کنار هم قرار میگیرن. درسته اندکی تبعیض بر برخی جنبه ها وجود داره، اما این فاصله نزدیک شده دیگه. اون عنصر جنسیتی که هویت بخش بود ضعیف میشه، عنصر شهروندی، عنصر برابری، حقوق و خیلی امور دیگر بهش اضافه میشه که امروز در جهان غرب زن و مرد در کنار هم هم. شما اگر یک انسانی رو فرضاً در ماشین زمان قرار بدید، از 2000 سال پیش بیارید در این سال، از این نهادهایی که ایجاد شده اسباب شگفتی شه. یعنی باور نمیکنه زن و مرد اینجوری در کنار هم باشه، چون او جامعه خودش رو با یک سلسله طبقاتی که هویت ها رو کاملا جدا میکنه در برابر هم قرار میده. شما در دموکراسی هم همینه. آن دموکراسی که در یونان بود با دموکراسی که امروز عنصر هویتی در بسیاری از کشورها از بعد سیاسی است، یعنی روش زیست سیاسی است، خیلی متفاوته. در دموکراسی های یونان زنان، بردگان و غیر شهروندان جایی نداشتن، مثلا حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن رو نداشتن. یعنی عناصر هویتی اونها مانعی بود برای اینکه بتونن در درون جامعه بیان و نقش بازی بکنن. اما امروز اینطوری نیست. در همون یونان شما که برید میبینید زن و مرد در کنار هم دارن در سطح سیاسی زندگی تصمیم میگیرن، کار میکنن، چه بسا بخشی از حقوق زنان حتی از مردان بیشتر باشه در همون یونان، در همون آتن. پس میبینیم باورها، نقشها، ارزشها، سنتها به مرور زمان تغییر میکنن، عناصر هویتی هم تغییر میکنن. هویت یک امر ثابت نیست. من یک روزی پسرم، تبدیل میشم به پدر، تبدیل میشم به پدر بزرگ. هر کدوم اینا نقشاش متفاوته. یعنی زمانی که پسر هستم در درون خانواده یه نقشی دارم و یه ارزشی. نقش من این نیست که در برابر پدر خودم قد علم کنم، فرزن عرض میکنم. یعنی خانواده در اون نهاد خاصش به من یاد میده احترام پدر رو نگه، احترام پدر بزرگ رو نگه. اما زمانی که تبدیل میشم به پدر، مسئولیت من دیگه متفاوت میشه. اون با جلو پسرم رو باید بگیرم اگر میبینم خطا میکنم. وظیفه دارم هزینه های زندگی او رو بدم تا زمانی که کودک. و وقتی پدر بزرگ میشم به همین، زنانم هم همینن، تا زمانی که دخترن نقش اونها در خانواده یه چیزه، ارزش های اونها یه چیزه. مثلا دختر خوب چه دختریست، مادر خوب چه مادریست، همسر خوب چه همسریست. جامعه پذیر شدن افراد یعنی همین تغییر نقش ها، ارزش ها، عناصر هویتی. شما یه زمانی هویتتون اینه که دختر هستی، یه زمانی مادر میشی. همین رو در سطح اجتماعی بیارید، یعنی از سطح فردی بیارید اجتماعی. من ایمان سلیمانی پسری هستم، حالا میشم پدر، حالا میشم معلم. یعنی اون دستوری که به بچه‌م میدم ممکنه به دانش آموزام ندم. وظیفه من در مورد بچه‌م با وظیفه من در مورد دانش آموزام فرق میکنه. اون وظیفه ندارم هزینه زندگی دانش آموزام رو بدم. حالا اگرم داشتم دادم و یه بحث خیرخواهانه است، ولی وظیفه من نیست. اما وظیفه دارم هزینه بچه‌م رو بدم. یعنی تمام این نقش ها با هم متفاوتن، ارزش ها هم متفاوتن. و در سطح کلان اون در درون جامعه هم همین نقش ها متفاوت میشن، ارزش ها متفاوت میشن. و وقتی ما به نظریه یا تئوری های انقلابی نگاه میکنیم، میبینیم چرا در برخی از جوامع انقلاب ها رخ میده. نقشی از نظریه پردازان و تئوری پردازان انقلاب ها به بحث نقش ها و ارزش ها توجه میکنن. از زمان امیل دورکیم بگیرید که به شکل ساده اون این مسائل رو مطرح میکنه، تا زمان پارسونز، اسملسر، چالمرز جانسون و خیلی های دیگر. حتی میرسیم به دورانی که هانتینگتون و دیگران هم نظر میدن. خب
مقصودشون چیست؟ اونا صحبتشون بر اینه که ما جوامعی داریم اینا سنتی هم. امیل دورکه این بحث جوامع میکانیکی و ارگانیک رو مطرح میکرد، اما برایند اونا همین خلاصی است که من عرض میکنم خدمت شما. میگن ما جوامعی داریم، در اون جامعه یه سری نقش هایی وجود داره که این نقش ها از گذشتگان به اونها رسیده، این نقش ها با خودش ارزش هایی هم میاده. مثلا نقش کت خدا یک ده یه ارزشی براش میاره، نقش پدر براش یه ارزش هایی میاره، نقش یک پزشک براش یه ارزش هایی میاده. اگر یک پزشک ارزش های شغلی خودش رو نفی بکنه به او اعتراض میکنن. اگه کت خدا نتونه اون نقش ها و ارزش هاش رو با هم تطبیق بده دیگه محترم نیست. یک حاکم هم همینه. یک حاکم چه وظیفه‌ای داره؟ در اون نقشی که قرار گرفته وظایفی داره، ارزش هایی رو باید انجام بده، پاسداری بکنه، تقبل کرد اون مسئولیت. وقتی انجام نمیده عواقبی داره. این نظریه پردازان معتقدند وقتی شما در درون یک جامعه سنتی هستید، حالا ارزش های جدیدی به اون وارد میشه که تا گذشته وجود نداشت. طرق ورود این ارزش ها متفاوتن. اینها رو ما در مباحثی مربوط به انقلاب ها در پلتفرم های دیگه مطرح کردیم. در بازشناسی باورها بحث‌های ما خیلی مبنایی تره، برای همین زیاد وارد جزئیات نمیشیم. ما علاقه‌مندان میتونن به صفحات خودمون مراجعه کنن در مورد نظریه پردازی های انقلاب ها. این تئوری های اندیشمندان رو ما اونجا شرح و بسط دادیم. میگن وقتی یک جامعه ایستاست، یه سننی رو داره، ارزش های جدیدی وارد میشه و این ارزش ها توسط مردم پذیرفته میشه اما از طرف حکومت پذیرفته نمیشه. در اینجا یک تضادی رخ میده بین مطالبه مردم و طلب حکومت. مردم میخوان، حکومت نمیده. وقتی این تضاد عمیق میشه، رشد پیدا میکنه، فراگیر میشه، تبدیل میشه به یک مطالبه با بسیج منابع انسانی و البته عوامل دیگری که تسهیل کنندن و انقلاب رخ میده. البته باز هم چند پدیده دیگر هم در کنارش هست، یعنی ساختارهایی که حکومت در درون خودش داره که نمیتونه در برابر انقلابیون قرار بگیره و انقلابیونی که میتونن از این موقعیت استفاده بکنن. پدیده انقلاب پدیده چند بچیست، اما ریشه اون برمیگرده به تقابل ارزش ها. بهت مثالی بزنیم تا برای ما روشن بشه. ما یک جامعه‌ای داریم، یک جامعه‌ای که نگاهش سنتی بوده، یک حکومت سنتی هم بر سر کاره که از مردم هم حتی سنتی تره، یعنی میخواد قوانین شریعتی که مربوط به صده های قبله و چه بسا به 1400 سال قبل هم میرسه در درون جامعه اجرایی بکنه. یعنی میخواد به زنان ما بگه ببینید زن خوب الگوش فاطمه زهراست. فاطمه زهرایی که کارش نیایش بوده، دعا بوده، در جامعه نمی آمده، با مردم سر و کله نمی زده، در طول 18 سال زندگی بنابر نقل شیعه و 28 سال بنابر نقل اهل تسنن کارش فرزند آوری بوده و دعا و نیایش، اینکه قرین خانه ها باشه. این زن الگوی ماست. شریعتی ها کتاب می نوشتن فاطمه فاطمه است. حالا ما هم نخوانده بودن این بزرگان ما که فاطمه فاطمه است یعنی چی؟ باید بریم ببینیم فاطمه چه هست، وگرنه ایمان ایمان است، دانشگاه دانشگاه بشن. دیدید از این مقالطه های خنک؟ کسی نرفت بخونه ببینه این فاطمه فاطمه است یعنی چی، ببینیم این فاطمه چه بوده که شریعتی ها از اینا الگو می ساخت. هدفشون این بود که بگن در زمان رژیم گذشته که فضایی باز شد که زنان بیان در عرصه اجتماعی، این خطاه، این با ارزش های سنتی ما تطبیق نمی کنه. زن بیاد دانشگاه چی؟ زن بیاد مثلا با اون وضع ورزش بکنه، در جامعه باشه، این زن مطلوب ما نیست. از نظر شریعتی و دیگر روحانیون اسلامی زن مطلوب فاطمه است، باید بری تو خونه. هرچی شوهر گفت بگی چشم. این فضا حاکم شد.
یک حکومتی قدرت رو به دست گرفت، منویات خودش رو در قانون اساسی گنجان، در قوانین موضوعه مثل قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، امور حسبی، در هر کجا که بوده قوانین خودش رو گنجانده که ارزش ها و نقش های زن رو بنابر همون ارزش ها و نقش های 1400 سال پیش تعریف کرده. حالا ارزش های جدید وارد میشه، طرق ورودش هم متفاوت، همین رسانه ها، روشنفکران، اندیشمندان، مراودات، مهاجرت، خیلی از امور نقش دارن. دختران ما متوجه شدن که نه، اون ارزشی که دین میخواد به ما بده با ارزش هایی که من به دنبالش هستم مغایرت داره، اون ارزش هایی که رژیم میخواد به من بقبولاند، من با اون ارزش ها سازگاری ندارم، من میخوام مشارکت بکنم، بیام تو جامعه. چرا من باید نیمی از مرد باشم؟ چرا من نباید ولایت قهری فرزندم رو به عهده بگیرم؟ چرا من نباید آزادانه از کشور خارج بشم؟ چرا من نباید شغل خودم رو انتخاب بکنم؟ این هم سوالاتی است. زن امروز نقشی که به عهده داره، ارزش های اون هیچ گونه سنخیتی با اون نقشی که دین و ارزش هایی که دین داره بهش میده نیست. آیه 34 سوره نساء رو مطالعه کنید. صالحاتون قانتات، یعنی زن فرمان بردار زن صالحه، یعنی از شوهر فرمان برداری کن. طبیعی است زنان امروز نمیپذیرن این رو، در نتیجه از حکومت میخوان قوانین رو عوض کن، ساختارها رو عوض کنه، اجازه مشارکت به اونها بده، اما حکومت نمیپذیره. این مطالبه و عدم پذیرش سبب انقلاب میشه. البته عرض کردم به سادگی هم نیست، یعنی یک جمع نیروی انسانی، کسانی که منافع مشترک دارن، سازماندهی کردن، رهبری کردن، ساختن گفتمان یا ایدئولوژی، همین رو نقش داده. ولی عرضم اینه، پایش برمیگرده به این که ما چیزی رو میخواییم اما حکومت به ما نمیده. سطح کوچکتر اون رو شما در درون خانواده ها میبینید. مثلا پسری که پدرش براش میخواد زن بگیره، براش تعیین تکلیف کرده که تو شغلی داشته باش، چه لباسی رو بپوش، با کدوم دوستت حشر و نشر داشته باش، ولی خب پسر نمیخواد، میخواد زن خودش رو خودش انتخاب، میخواد شغلی رو که خودش دوست داره پیگیری کنه، میخواد با دوستانی که خودش میپسنده حشر و نشر. آخر کار به کجا میرسه؟ به دعوا. در نتیجه پسر ممکن خانه رو ترک کنه و بره. در نهایت این امروز اگر ما در وضعیت انقلاب قرار داریم، ریشش برمیگرده به تقابل ارزش ها، اینکه زنان در صف مقدم هستن. من 3 سال پیش عرض کردم چون قابل پیش بینی است، انقلاب همیشه در جوامعی رخ میده و صف اول اون کسانی هستن که بیشتر از همه در حال تبعیضن. وقتی من از 10 حقوق خودم 9 تاش رو دارم، دیگه برای 1 حقوق ممکن انقلاب نکنم، انگیزه نداشته باشم. اما وقتی من از 10 حق خودم 9 تاش رو ندارم، طبیعیه که بیشتر از همه مشتاق انقلاب باشم، چون از قبل بودن در این جامعه من دارم بیشتر از همه متضرر میشم. به جوامع خودمون نگاه بکنیم، زنان، مردان، تجار، اصناف، کسبه، دگراندیشان، گروه های مختلف، جوامعی که به شکل جزئی هم. کی بیشتر از همه در تبعیض؟ زنان. طبیعی است که اونا در صف اول مطالبات باشن برای انقلاب، و این نکته بسیار مهمی است. یعنی ممکنه ما اینها رو ندونیم، ولی داریم تاوانش رو میدیم. در اینجا یه نکته عرض کنم در مورد نقش ها و ارزش ها، گاهی مغالطاتی هم رخ میده که بد نیست ما اینها رو هم بدونیم، چون کسانی سعی میکنن همیشه ما رو دور بکنن، ذهن ما رو به فریب وادار کنن، اون ارزش هایی که میخوایم رو کم اهمیت نشون بدن، و این خطر بزرگی است. وقتی ارزش های واقعی خودمون رو نشناسیم، در طلب اون نکوشیم، رو گمراه میکنم. یک بخشی از همین انقلاب ها همینه،
یعنی حکومت ها هم سعی میکنن مطالبات انقلابی مردم رو کم اهمیت نشون بدن، یعنی بگن شما دموکراسی میخواید، خب دموکراسی که مهم نیست، منو تحمل کن چون جلوی داعش ایستادم. دموکراسی نداریم، آزادی نداریم، ولی امنیت که داریم. گویی مثلا در دموکراسی امنیت نیست. الان دنبال دموکراسی نباش، مشکل ما فقره قطعا، اما چه کسی گفته که دموکراسی مغایر با فقر، ثروت و این چیزاست؟ در دموکراسی هم ثروت ایجاد میشه، اتفاقا خیلی بهتر از دیکتاتوری ها ثروت ایجاد میشه. یعنی سعی میکنن ارزش های ما رو ناچیز نشون بدن. الان وقت زنان نیست، الان حقوق زنان رو کنار بذاریم، فعلا نیازمند این هستیم که 4 تا آقا رو بیاریم مملکت ما رو اداره بکنیم، زنان رو فعلا مشارکت ندیم، مطالبات زنان بمونه برای بعد، در حالی که اساس این انقلابات رفع تبعیضه. وقتی شعار انقلاب زن زندگی آزادی است، مهمترین رکن اون رو که نیمی از جامعه رو تشکیل میده شما نمیتونی نفی کنی. من بارها عرض کردم، شما در انقلاب الجزایر نگاه بکنی، زنان در صف مقدم در کنار مردان بودن، بعد از پیروزی حقوقشون ناچیز شد. بسیار اهمیت داره. هر کجا صدایی رو شنیدید، نوایی رو شنیدید که شما را از اساسی ترین حقوق خودتون محروم میکنه، بدونید هر کسی باشه، فرق نمیکنه، هر حزبی، هر گروهی، هر دسته‌ای، بعدها هم اون رو به شما نخواهد. ضمنی که بسیاری از اون ارزش ها در درون جامعه مغایرتی نداره. مگه دموکراسی با ثروت مغایرت داره که شما میگی دموکراسی نمیخوایم فعلا؟ مگه حقوق بشر دخلی، تضادی، تخالفی، تزاحمی مگه داره با اقتصاد خوب؟ نه. چرا با چشم پوشی کنیم؟ این مسئله بسیار مهمی است. مغالطه و خطایی داریم به نام خطای گزینش، یعنی برگردم هر آنچه که به نفع خودم هست برگزینم و هر چیزی که به ضرر خودم هست کنار بزنم. به عنوان مثال وقتی بگی دموکراسی میخوایم، میگه دموکراسی همون چیزی که تو آلمان سبب شد هیتلر بیاد بالا، دموکراسی یعنی همون چیزی که سبب شد موسولینی بیاد بالا، یعنی اون شواهدی رو میگیره که افرادی از دموکراسی سوء استفاده کردن. اما هزار شاهد دیگر رو که نشان میده دموکراسی خوب کار میکنه رو نفی میکنه. از اون طرفش هم هست، دیدی آمدن فلان پادشاه چقدر به ما خدمت کرد، دیدی اون پدر و پسر چقدر خوب بودن، اما هزار تا پادشاه دیگر که به این مملکت خیانت کردن، آدم کشتن، مملکت رو به تاراج دادن، اونا رو میذاره کنار. این مغالطه خطای گزینش یعنی همین. در دین هم ما اینا رو داریم. برمیگردن نگاه بکنن ببینن کجا یک اتفاقی رخ داده که با یک آیه قرآن تطبیق میکنه، میگه ببین این نشون حقانیت دین ماست. ما هزار شاهد نقض داریم که آقا نشده، یکی دعا کرده، حالا از اتفاق و عوامل و علت و معلول دیگری یه چیزی هم بهش رسیده، یعنی منطبق با اون خواستشه، میگه ببین دعای من مستجاب شد، در قرآن هم آمده ادعونی استجب لك، تو دعا کن منو اجابت میکنم شما رو. بسیار عالی، حالا صد بار دیگه دعا کردی نیامده، اما ذهن ما منحرف به اون یکی است، میگیم یه بار که انجام شد، اما اون صد موردی که انجام نشد میذاریم به پای این که خب دلمون صاف نبودی یا چیز دیگه، جهت مغالطات. بنابراین بسیار اهمیت داره که ما تشخیص بدیم ارزش های ما رو با کدوم یک از شواهد نقضش رد میدیم، و یا اون شواهد نقض واقعا علت این پدیده است. حالا من در مورد مسائل علت و معلول بعدا صحبت خواهم کرد، از اندیشه های نیگل استفاده میکنم در مورد این بحث علت و معلول، چون خیلی هم ما دچار مشکلیم، بعضی وقتا معلولی رو داره یک علتی میدونیم که اصلا اون علت نیست. و من بارها با این پدیده برخورد کردم،
چه در امر دین چه در امر سیاست. مثلا رشد پیشرفت یک کشوری رو به پای یه آقایی می نویسن در حالی که اصلا ربطی به اون آقا نداره. این آقا فقط یکی از عللشه و ما این پدیده رو داریم. اما یه وقتی همین مقالطه خطای گزینش تبدیل میشه به یک کار سیستماتیک و این خطرناک و متاسفانه ما با اون هم دست به گریبان. یعنی آن بخش ها و شواهدی که معید نظر ما هست میتونه اون ایدئولوژی سیاسی یا دینی ما رو تایید بکنه برجسته میکنیم. مثلا اگر حقوق بشر رو نمیخواین به شکل سیستماتیک اون سعی میکنیم شواهدی پیدا بکنیم که نشان بده حقوق بشر چقدر بده، نشان بده این امر سیاسی چقدر بده و این در تبلیغات در انواع و اقسام اینها برای مردم بازنش میشه. یعنی از مواهب و پیشرفت و مجد و عظمت خودشون صد تا شاهد میارن اما صد هزار شاهد دیگر که نشان میده آقا راهت خطاه اونا رو میذارن کنار. اون ده شاهد موفقیت رو میارن اما صد شاهدی که نشون میده کار شما خطاه و مسببش هم خودتونید رو میذارن کنار، میذارن زیر فرش، روشو میپوشونن. و زمانی که این تبدیل به سیستماتیک بودن بشه، تبلیغاتی بشه، تبدیل بشه به یه پروپاگاندا، اون وقت جامعه در درون یک مشکل بزرگی دست و پا خواهد زد و ما این رو داریم. مربوط به امروز هم نیست. بذار یه مثال دینی بزنیم. شما حتما دیدید لفظ عرب جاهلی، دوران جاهلیت، لفظ آشنایی است. در 4 سوره قرآن هم بکنم آمده، آل عمران، احزاب، مائده و سوره فتح. 4 سوره قرآن که همه مدنی است، یعنی در مدینه آمد. لفظ عرب جاهلی آمد یا دوران جاهلیت آمد. مسئله بر سر اینه که این ایدئولوژی میخواد مردم رو تنبه بده به این که شما قبل از ما هیچی نداشتی. یعنی تا زمانی که اسلام نیامده بود عرب هیچی نداشت، نه معرفتی وجود داشت، نه سنت درستی وجود داشت. همین دلیله که در بخشهایی به زنان میگه که قرین خانه هاتون باشید و تبرج نکنید مثل جاهلیت اولا. یعنی در زمان قبل از اسلام زنان می آمدن مشارکت می کردن در امر اجتماعی، در امر سیاسی، حتی در تجارت. اسلام میگه نکنید، این کارا رو نکنید. و بعد این رو در قالب عرب جاهلی، یعنی اعرابی که چیزی نمی دانستن از معرفت یا کتاب الهی یا سنت ها، و با آمدن ما هست که اونها دانا شدن، بصیر شدن، بینا شدن در واقع. ما یا واقعا اینطوری بوده؟ حساب این که پژوهشی دارن در تاریخ عرب و به خصوص تاریخ اسلام میدونن. بسیاری از احکامی که در اسلامه احکام امضایی است. ما دو نوع حکم داریم در یک تعریف، در یک تقسیم، احکام تأسیسی و احکام امضایی. احکام امضایی احکامی هستند که در همان جامعه وجود داشته یا در ادیان دیگر وجود داشته و اسلام اون رو تایید کرده. نمونهش همین دیه مرد که صد شطوره، قسامه، قطع دست ساره و انواع اقسام این. اینا قبل از اسلام وجود داشته. اسلام اینا رو تایید کرده. یعنی الله گفته که آقا اینا باشه خوبه. یه بخش کوچکی از احکام اسلامی هست که به اونا میگیم احکام تأسیسی، یعنی احکامی که خود اسلام آورده، مثل زکات. مثلا جالب اینه، خب سوال پیش میاد چگونه عرب در جاهلیت دست و پا میزد که محمد و خدای او
بیشتر احکام که حتی برخی ها تا حدود 90% احکام اسلامی رو امضایی میدونن، حالا اگر مغالطه آماری مرتکب نشیم، یعنی مقصود این است که 9/10 این احکام معمولا با اون حجم بسیار زیاد احکام امضایی هستند. یعنی همون چیزی که عرب اجرا میکرد محمد گرفته قبول کرد. خب بعد چطور اون عرب جاهل بوده؟ چطور اون دوران جاهلیه که شما همون احکامش آوردی؟ بس در اون یه عقلانیتی دیدی؟ وگرنه کدوم انسان عاقلی است که روش زیسته دیگران رو غلط بدونه اما همونا رو بگیره به کار بگیره؟ پس به شکل ضمنی یعنی خود تایید میکنی که اون احکام احکام بدی نیستن، میشه ارجاع کرد. اما هدفی که اسلام داره چیه؟ هدفش اینه که بگه هر آنچه که من برای شما آوردم درسته، حتی اگر من اونها رو تایید کردم میتونید به درستیش گواهی بدید. یعنی مهر من باید بر روی اون باشه. شما به جمهوری اسلامی نگاه بکن، بگید آقا دوران پهلوی این کارا انجام شد، سازندگی شد، خدمات شد، بگید نه خیر، کی هم چه حرفی زد، اینا وابسته بودن، اون پدر و پسر وابسته انگلستان بودن، آمریکا بودن، اونا به اینا پول میدادن، خدمات میدادن، اونا هم برای اینکه طرحی بود، میخواستن جلوی شوروی کمونیستی بگیرن. یعنی تمام اون نگاه توهم توطئه رو دارن که حتی 1% جا نمیذارن برای اینکه آقا اونا هم برای کشور خدمت کردن. راهن رو میدونی چرا ساختن؟ چون میخواستن در جنگ جهانی دوم نیروهای انگلیسی و امریکایی کمک به شوروی برسونن جلوی آلمان نازی. حالا شما نگاه بکنید، اصلا طرح راهن رو رضا شاه سالها قبل شروع کرد به اجرایی کردن، اصلا ربطی نداره به این مسئله. رضا شاه اون زمان نمیدونست که جنگ جهانی خواهد شد، این نزاع رو خواهد داد. اما چون نمیتونیم بپذیریم خدمات یک گروهی رو، بلافاصله بستش میکنیم به یک کار توطئه‌آمیز. فلانی این برنامهش بود، اصلا انگلیسی ها او رو آوردن بر سر کار که همه کار بکنه در خدمت اونا هم باشه. حالا ممکنه شرایط جوری بودی که انگلیسی هم کمک کردن در برآمدن رضا شاه، اما رضا شاه که عامل انگلیس نبود. محمد رضا برای این رفت اسلحه بخره که فلان کارو بکنه، اینجوری بکنه، اونجوری بکنه، بر خدمت اونا باشه. مقصودم اینه که تمام سازندگی ها یک دورانی رو شما نفی میکنی، یا اگر دیگه نتونی نفی بکنی سعی میکنی اون رو به یک توطئه نسبت بدی که هدف رضا شاه این بوده که بعدها این بشه، 10 سال بعد این بشه. در زمان حالا همین در همین فضا هم عرض کنم، کارشناسانی که طرفدار رژیم پهلوی هم هستن همین کارو میکنن. یعنی هرچی دوران قاجار بوده بد بود، آقا اینا شپش داشتن، اینها فلان بودن. در که شما نگاه بکنید، اولین دانشگاه رو ما زمان ناصرالدین شاه داریم، دارالفنون رو امیرکبیر میساز، مدارس، همین مدارس که بعدن گسترده شده، میرزا حسن رشدی آورد، روزنامه از زمان میرزا صالح شیرازی کاغذ اخبار گرفته تا بقایای اتفاقیه زمان امیرکبیر و دیگران، همین راهن، تراموا، اینا همه طرحاش ما رو گذشته است. طرح بانک ملی در مجلس دوم بوده، ارتش مدرن از زمان عباس میرزا بوده، و بعد البته ناصرالدین شاه دید اون دیویزیون قزاق رو از تزار روسیه خواست که برای ما هم بساز. بعدها در زمان مورگان شوستر و دیگران ژاندارمری تأسیس شد که اون یالمارسن سوئدی و دیگران داشتن. تمام این طرح مال اون زمان بوده. ما نه، پادشاهان قاجار بیکفایت بودن، بیعرضه بودن، ما اومدیم مملکت رو ساختیم، ما خاندان ایران ساز هستیم. خب اینا دروغه. ریشه های بسیاری از این تفکرات مال گذشته است. اما شرایطی وجود داره، این شرایط کمک میکنه به شما که بتونید راحت تر اون رو بسازید. مثل من به عنوان پسر بزرگی که پدرم در فقره، پولی نداره و به منم پولی نمیده، خب یه خانه‌ای که من میخوام بسازم با 1000 مشکل میسازم.
اما بعدن پدرم صاحب ثروت میشه و به برادر کوچکتر من از اون پول و ثروت میده و برادر من هم میتونه خونه بسیار بزرگتر بسازه، با تجهیزات مدرنتر بسازه و اون رو استفاده بکنه. ما در زمان قاجار همین مشکل رو داشتیم. شما به تاریخ دوران قاجار نگاه بکنید. تا قبل از انقلاب اکتبر در روسیه یک طرف اصلی دعوا روسیه بود، اجازه نمیداد تو اون کشور کاری انجام بشه. معاهده ترکمنچای بر سر جا بود. انقلاب 1917 سبب شد اینو عقب بکشن، کپیتولاسیون رو لغو کردن، کارهای مختلف انجام دادن، رفتن از صحنه ایران بیرون رفتن. یعنی یک مانع عمده که روسیه بود و صحنه بیرون رفت. در کنار این عوامل دیگر بود، از جمله پشتکار رضا شاه، درایت او، وجود یک تکنوکرات های قوی در کنار خودش، کسانی که در دوران قاجار رفتن تحصیل کنن. همین اعزام دانشجویان در خارج مال بنیاد پهلوی نیست، در زمان قاجار بود. رجل بزرگی که به رضا شاه کمک کردن در اون حزب تجدد در مجلس، تغیزاده ها بگیرید، علی اکبر داور بگیرید، عبدالحسین تیموتاش بگیرید، سید محمد تدیون بگیره، کی بودن؟ همه دارن اون قاجار رفتن تحصیل کرد. اعزام دانشجو در اون زمان در سطح اشراف و اینها، اعیان اینا بود، بله، چون بودجه وجود، نفتی وجود نداشت که بخوان بفروشن با این وضع. البته نفت در اون زمان کشف شده بود ولی هنوز تبدیل به سرمایه‌ای نشده بود. اینها برگشتن در کنار یک شخصی که عزم سازندگی داشت، به او کمک کردن، فکر خودشون رو در اختیار او قرار دادن. در کنار اون هم شرایط ایران به نحوی شد که دیگه روس‌ها بیرون رفته بودن، انگلستان طالب یک دولت مرکزی بود، از طرفی نفت وجود داشت که دست دولت رو باز می‌گذاشت برای تهیه اسلحه، مالیات‌ها، و این سبب میشه که اون کشور ساخته بشه. اما قرار نیست که همه چیز رو نفی کنید بگید ما ساختیم، نه. وقتی کسی میگه خاندان ایران ساز پهلوی، توهین به مردم داره میکنه. پس علی اکبر داور اونجا چیکاره بوده؟ محمد علی فروغی اونجا چیکاره بوده؟ این مجلسی ها که خیلی هاشون ترور شاخص بودن، چیکاره بودن؟ محمد مصدق چیکاره بوده با همه درست و غلط رفتار کردناش؟ احمد قوام چیکاره بوده؟ اون قائله آذربایجان رو کی فروغی؟ و شاکی خیلی جوان بود، بعد از سال 20، یه پادشاه 21 سال است، کسی هم اعتنا نمی کرد به اون. کی آذربایجان ما رو پس کرد؟ احمد قوام. اما اینا همه رو بیزاریم کنار، همه خائن، همه دوست به غیر از ما. و این نوع نگاه کردن هست که آیلش کولاکوفسکی یک مقاله بسیار جالبی داره، اگر فرصت بشه من در برنامه آینده یا یک برنامه دیگری خون خواهم بکنم، به نام فضیلت دروغه. در واقع آقای کولاکوفسکی معتقد رژیم‌های استبدادی، حالا فرقی هم نمی‌کنه، نگاه او نگاه رژیم‌های توتالیتره، مقصود او هم شوروی کمونیستی است. چون آقای کولاکوفسکی یکی از پژوهشگران و کارشناسان بسیار خبره است در حوزه شناخت اندیشه مارکسیستی و به نوعی حالا کمونیستی. چون در مقاله خودش به نام فضیلت دروغ وام میگیره از اندیشه های آی اورول در کتاب 1984 و اشاره میکنه که رژیم های توتالیتر سعی میکنن گذشته مردم رو پاک کنن، انگار در این سرزمین هیچکی نبوده، با آمدن ما مملکت آباد شد. یک روزی علی لاریجانی اشاره میکرد، میگفت اصلا ایران باستان چیزی نداشته، با آمدن اسلام بوده که ایران عظمت پیدا کرد. آیا ایران باستان چیزی نداشته؟ پس چطور تبدیل به یک امپراتوری بزرگ شده؟ یک امپراتوری نیازمند ساختن یک تمدن، تمدن نیازمند فکر، امنیت، اقتصاد پویاست. شما این نظامیان رو دارید، این ابنیه ها رو دارید، خب اینا بدون پشتوانه فکری که به وجود نمیاد. پشتوانه فکری هم نیاز به دانش داره، این دانش وجود داره، تبدیل میشه به فکر، تبدیل میشه به عمل. شما نمیتونید تمدن بسازی بدون یک اقتصاد خوب، بدون یک نظام حقوقی، نظام ایدئولوژیک.
اما چون علی لاریجانی نمیتونه ببینه و نگاش ایدئولوژیکه، میگه اصلا قبل از ورود اسلام ایرانی ها هیچ نداشتن، بدبخت بودن، ما مسلمان ها اومدیم اونا رو درست کردیم. اونطور که عرض کردم در اسلام میگه عرب جاهلی و این بسیار خطرناکه. هر کجا دیدیم کسی آمد گذشته رو نفی کرد، کارنامه تلاش دیگران رو نفی کرد، بدونید او انسان صادقی نیست. مثل که من سلیمانی امیری بیام بگم آقا کسی اصلا نقد دین نمی کرد، با آمدن من بود که شروع شد اندیشه در ایران. خب این حرف مزخرفه. صدها نفر از گذشته راه روشنگری رو ادامه دادن، آمدن جلو، آمدن جلو. شما در همین تلویزیون پارس زمانی جناب رضا فاضلی بود، زمانی جناب مشیری بود، به مرور زمان در آینده خواهند آمد. اما بی صداقتی یعنی این که وقتی من سلیمانی صاحب قدرت شدم بگم آقا قبل من کسی نبود، با آمدن من بود که اصلا کار حالا روشنگری، نقد دین، نمیدونم مسائل سیاسی همه رو من آوردم. خاندان علم پرور سلیمانی مزخرفه. این ملت جنگیده، ادبیات ساخته، اخلاق ساخته، فرهنگ ساخته، مردان دلسوز ساخته، اما همه رو نفی میکنه. چرا؟ چون میخوام یه گروهی رو بالا بکشیم. آقای کولاکوفسکی صحبتش اینه، میگه در رژیم های توتالیتر گذشته نفی میشه، دستشون برسه تاریخ رو پاک میکنن، حتی اسم ابنیه ها رو هم پاک میکنن، اسم اماکن رو پاک میکنن، به نام خودشون میزنن که بگن فقط در اون دوران چیزی ساخته نشد. شما به جمهوری اسلامی نگاه بکنید، اگر نبود خدمات دوران پهلوی در ارتش، در تجهیزات نظامی، آیا ما میتونستیم در جنگ موفق باشیم؟ روزهای اول جنگ شما نگاه بکنید، حالا نزدیک به این وقایع هم هستیم، در واقع گذشتیم از شهریور، 31 شهریور، این روزهای دفاع مقدس، روزهای اول که همین ها ارتش رو نابود کردن، اونا سرمایه انسانی بودن، خلبانهایی که دوره دیده بودن، آموزش دیده بودن، با پول نفت، با پول ملت، مالیات، انواع و اقسام اینها، گذاشتیم بیخ دیوار. چرا؟ چون ایدئولوژی من خمینی رو قبول ندارم، بکشید اینا رو. روزهای اول جنگ نیروی هوایی ما چقدر زحمت کشید، لشکر 92 زرهی اهواز که اصلا پاشیده بود، چون اینا ارتش نمیخواستن، سپاه نمیخواستن. چقدر از قراردادهای ارتش رو شاپور و بختیار کنسل کرد، حالا بخشش درست بخشش غلط، منظور مطالعه نشده، یعنی هر چه شاه کرده بده. آقای خلعتبری وزیر امور خارجه بود، اعدامش کردن. یکی از اون مواردش همین بود که آقا تو چرا رفتی انرژی اتمی رو مثلا اونجا قرارداد بستید با شرکت زیمنس بیاد اینجا برای ما انرژی بسازه، ما نفت داریم. حالا امروز خودشون در به در دنبال همون انرژی اتمی هست، بلدم نیستم با مردم و دنیا چطور تعامل بکنه که تحریم نشه. همین مترو تهران طرحش مربوط به گذشته بود، قرار بود فرانسوی ها بیان برای ما این کار انجام بدن. از ذهن رهبر فرزانه انقلاب بیرون نیامد مترو تهران. شما طرحهای زمان جنگ رو نگاه بکنید، خیلی از اون طرحها مربوط به زمان رژیم پهلویه. این طرحها مطالعه شده بود که اگر جنگ بشه کدوم پادگان، کدوم پایگاه باید کدوم پایگاه عراق رو مورد حمله قرار بده. این طرحها چی هست؟ درفش و البرز و دماوند و اینا همه طرحهای نظامی بودن اون موقع. یه افسران شاخصی مطالعه کرده بودن. ما چون نمیتونستیم اون ارتش رو ببینیم همه رو حذف کنیم. هرچی هم شاه خرید خیانت بود. پول دادن به صنایع اونجا، چهار تا جنس بنجل به ما دادن. اگه همون چهار تا جنس بنجل هم نداشتید با کی میخواستید برید؟ با محسن رضایی؟ ببینید مشکل عمده ما ایناست. برای ساختن ایران باید قدردان کار گذشتگان هم بود، کارهای خوب اونا رو نفی نکرد، کارهای بد اونها رو هم به رو آورد و بعد طرحی برای آینده ساخت. تا زمانی که کار ما
همش نفی کردنه، همش به دنبال تئوری های توطئه بودنه. چون اخیرا من دیدم دیگه سلیمانی امیری اگر نقد نظام پادشاهی میکنه این معمول اوناست که 5-6 سال 7 سالی نقد دین کرد طرفدار پیدا بکنه حالا بیاد این کارو. چرا؟ چون ذهنیت این افراد داره توهم توته است، در پس هر چیزی توته ای میبینی دیگه. 100 تا خدمت یارو کرده میگیم نه ببین این یه کار بدش نشون میده که اون 100 تا خدمتش با هدف بوده. گربه محض رضای خدا که موش نمیگیره، 100 تا کار خوب کرد، پل ساخت، جاده ساخت، راهن ساخت، ارتش ساخت، همه ساخت. میدونی چرا؟ چون میخواست به انگلستان و امریکا خدمت کنه. همین تفکر رسانه‌ای جمهوری اسلامی رو یه گروه دیگه دارن. به همین دلیلی که امیدواریم در آینده این نقش ها، این ارزش ها به ما کمک بکنه که ببینیم کجای کار دچار خطایی. تا زمانی که ذهن ما متعصب ایدئولوژیکه، دو تا خدمات دیگران رو هم نمیتونیم ببینیم، دو تا خطای دیگران رو هم نمیتونیم قضاوت کنیم. چون در درون اون فضای بسته داوری ما داوری ایدئولوژیکه. شما به یک مسلمان بگید ارزش زن امروز اینه، میگه آقا شما بی غیرتی، اگه زن باید بهت بیرون کار کنه. دیدید زنی که فوت میکنه تا نام اون فرزند رو هم روی سنگ قبر نمینویسن. زن علم الهدا فوت کرده، نوشتن که همسر آقای علم الهدا. یعنی اون زن هویت نداره بدون شوهرش. نقشه و ارزش های خودش رو باید نفی بکنه در خدمت اون ایدئولوژی. و در پایان عرض کنم آیا ادواردز یه تعبیر جالبی داره، میگه سنت ها به این سادگی ها کنار نمیرن، چون تبدیل شدن به عواطف، به احساسات و نیاز به 2-3 نسل زمان داره. و من هم با او موافقم، اما معتقدم امروزه به واسطه ارتباط جمعی بسیار گسترده دیگه نیاز به 3 نسل زمان نداریم، بلکه میشه با یک انتقال نسلی بسیاری از ارزش‌های مبنایی رو ایجاد کرد، هرچند کارهای سنتی و فرهنگی بسیار زمان بره. ممنونم تلویزیون پارس، آقای شهرتی نازنین، و امیدوارم این بحثا کمک بکنه که یک مقدار اون یخ ذهنی خودمون رو بشکنیم تا بعدها بتونیم برای استقرار اندیشه‌های جدید جا باز کنیم. سپاسگزارم از همه شما بزرگواران، تا فرصتی دیگر بدرود. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند، بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی.